بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول عز وجل في كتابه الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بحث امروزی ما و شما انشاءالله تعالی درس ما به سلسله پاسخ از شبهات در مورد احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیثی که امروز او را به بررسی میگیریم، حدیثی است که در واقع در جامعه امروزی، در شرایط امروزی، در عصر کنونی بسیار بسیار مورد جنجال و پروپاگندا و سخنان زیاد است. به او عبارت از حدیثی که زنان ناقص العقل و ناقص الدین هستند. تعدادی از کسانی که منکرین سنت هستند و همچنین کسانی که اونها حدیث رسول الله را نمی دانند، مورد غور و بررسی قرار ندادن، تخصص ندارن، ای کسا ای حدیث شریف را مورد نقد قرار دادن و این نقد از اینها بیشتر روی متن حدیث است تا ای که سند حدیث باشه، که ما به شیوه سابق درسای سابق به همو شکل اولا حدیث را مورد بررسی شبهات بررسی میکنیم و دلایلشان را میگیم، بعدا باز میریم به سر پاسخ از این شبهات. مسئله ای که زنان ناقص العقل یا ناقص الدین هستند، حدیثی است در صحیح البخاری که در کتاب در چندین جا امام بخاری رحمه الله این حدیث در کتاب خود نقل کرده و محتوای این حدیث افاده میکند که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در او حدیث زنان را ناقص العقل و یا ناقص الدین خطاب کرده. حالا کسانی که این حدیث را مورد انتقاد میگیرند، یک انتقادشان است که این حدیث از نظر اسناد خود مشکل داره و در اسناد از این در این حدیث ببخشیم که از نظر متن خود مضطرب است، در متن این حدیث اضطراب وجود داره. این یکی از دلایل ضعف حدیث است و بعدا باز به سر مسئله اضطراب از کتاب های حدیثی میخوانند که حدیث مضطرب ضعیف است، قول شافعی را میارن، قول مثلا ابن صلاح میارن و دیگه و دیگه، از تمام محدثین میارن که اونها گفتن حدیث مضطرب ضعیف است، احکام اونها را میگیرن به سر از این حدیث انطباق میدن. و او هم جمله که در این حدیث شریف در بعض روایات کلمه اضحا آمده، در بعض روایات کلمه فطر آمده، فی اضحا او فطر، یعنی در نماز عید اضحا بود یا در نماز عید در روز عید فطر بود، یعنی کلمه شک وقتی که آمد پس به این معنی که این حدیث مضطرب است، فلهذا حدیث مضطرب ضعیف است و این حدیث ولو که در بخاری هست حدیث ضعیف است. ثانیا این حدیث معارض یا مناقض است با صریح قرآن کریم که تسویه بین زن و مرد هست، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اصل مساوات بین مرد و زن است، هیچ تفاوتی ندارن. فلهذا این زمانی که در این حدیث است که زنها ناقص العقل یا ناقص الدین هستن و یایی که اونها اکثریت اهل دوزخ هستن، پس این در حقیقت مشکل ایجاد میکنه که با قرآن کریم در تعارض است. انتقاد سومی که میکنن این که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در این حدیث فرموده که زنان اکثریت اهل دوزخ هستند، این مسئله غیبی هست و در بسا موارد در قرآن کریم ذکر شده که غیب خاصه الله هست، هیچ کسی آگاهی نداره، پس این یک غیب برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نشان میده و این مورد ضعف حدیث را نشان میده و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم علم غیب نداشت، پس بنابراین این حدیث اثبات علم غیب میکنه، پس این حدیث ضعیف است. مورد دیگری که انتقاد میکنن این که هنوز بعضی زنها تولد نشدن
و هنوز بعض زنها در حیات پیامبر زنده بودند، هنوز وفات نیافته بودند. چه قسم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حکم میکنه که اینها اکثریت اهل دوزخ هستند، در حالی که به دوزخ هنوز نمردن که سرنوشتشان معلوم شه که آیا جنتی هستند و یا دوزخی هستند. مورد دیگری که انتقاد میکنن که این حدیث معارض است با بعضی از احادیث دیگر، خصوصا مو حدیثی که خذوا شطر دینکم عن الحمیرا، نیم دین خود را از حمیرا یعنی از حضرت عایشه بگیرین، و در این حدیث نقصان العقل و نقصان الدین گفته شده، اما این حدیث پیامبر میگه نیم دین خود را از حمیرا از عایشه بگیرین، این پس در تعارض است با این حدیث، بنابراین ما این حدیث را مردود میشماریم. مورد دیگری که انتقاد میکنن ایست که زنا را پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چرا مورد مؤاخذه قرار داده، یعنی الله چرا اونا را مؤاخذه میکنه در حالی که اونها مکلف نیستن، یعنی در ایام قاعدگی در ایام عدت ماهوار زنها مکلف نیستن، پس چرا کسی که مکلف به یک چیز نباشه چرا اون نقصان باشه؟ یعنی اینه که او زمان ما میتونیم بگیم ناقص باشه که او کار بر او مکلف باشه و انجام نده، حالا این مکلف نیست پس چگونه ما ایره نقصان بر سر از این تطبیق میده؟ اینی بود تقریبا بگیم که اکثریت شبهات و شکوکی که اونها بر سر از این حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ایراد نکردن. میاییم به سر پاسخی که از این دلایل یا از این شبهات داده میشه. قبل از این که به تفصیل شبهات بپردازیم، میریم حدیث را از اصل نگاه میکنیم، متن حدیث میخوانیم، خود به خود شبهات دانسته میشه که اینها در حقیقت کدام دلیلی نیست بلکه شبهاتی است که بلا حجت است. حدیث را امام بخاری رحمه الله در کتاب الحیض باب ترک الحائض الصوم و همچنین امام مسلم در کتاب الایمان باب و بیان نقصان الایمان به نقص طاعات، در تحت از این حدیث در تحت همی باب امام مسلم رحمه الله این حدیث را وارد کرده. و در لفظ بخاری و مسلم تا اندازه بعضی تفاوت ها وجود داره که اینا تفاوت ها نشان میده که مکمل یک دیگر هستن، در یک جا اگر مجمل آمده در جای دیگر تفصیل از او آمده. امام بخاری رحمه الله با اسناد خود از ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه این روایت را میکند، میگوید که خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم فی اضحى او فطر، در روز عید اضحى یا در روز عید فطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون شد، الی المصلى به عیدگاه که نماز عید بخوانه. فمر على نساء، بر گروهی از زنها گذشت از کنار ایشان، بعدن گفت که یا معشر النساء تصدقنا، ای گروهی زنها شما صدقه بدین، چرا که فإني أريتكن أكثر أهل النار، برای من نشان داده شده که شما بیشترین اهل دوزخ هستین. فقلنا وبما يا رسول الله، زنها اعتراض کردن گفتن چرا یا رسول الله، علت چیست؟ پیامبر گفت که تکثرن اللعنه و تکفرن العشیره، لعنت بسیار زیاد شما میفرستید و کفران عشیر خانواده خود را میکنید. ما رأیت من ناقصات عقل و دین، ما اقدر ناقصات العقل و دین را ندیدم که اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، که غلبه حاصل میکند بر سر یک مردی که صاحب عقل است، با حزم است، با اراده است، از شما بر او غلبه حاصل میکنین. بعدن گفتن زنها پرسان کردن گفتن که و ما نقصان و دینینا و عقلنا یا رسول الله، امین نقصان و دین عقل ما چیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که الیست شهادت المرء مثل نصف شهادت الرجل، آیا شهادت یک زن به مانند نیم شهادت یک زن به مانند نیم شهادت یک مرد نیست؟ یعنی دو زن یک مرد. گفتن بلا یا رسول الله. بعدن پیامبر گفت که و ذالک من نقصان عقلها،
اینمی دلالت به نقصان عقل میکنه. الیس اذا حاضت لم تصلی ولا تصم ولم تصم، آیا زمانی که زن در عدت ماهوار است، قاعدگی هست، نماز و روزه خود ترک نمیکنه؟ گفتن یا بلا یا رسول الله. گفت ذالک من نقصان دینها، ای از نقصان دین از واسه. اینی ای حدیث را امام بخاری رحمه الله در کتاب صحیح البخاری نقل کرد، در کتاب الحیض باب ترک الحیض حائض صوم ایرا آورده و همچنین در کتاب الشهادات امیر ذکر کرده و در چند جای دیگر همچنین به شکل مقطع به شکل مختصرتر امام بخاری رحمه الله این حدیث را ذکر کرده. و امام مسلم رحمه الله تقریبا به لفظ دیگری که شبیه همی لفظ است، لیکن از عبدالله ابن عمر، امام بخاری ابو سعید خدری روایت کرد، امام مسلم از عبدالله ابن عمر روایت میکند که عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال یا معشر النساء، ای گروه زنها، تصدقن و اکثرن الاستغفار، شما استغفار زیاد کنین. در روایت بخاری کلمه استغفار نبود، در روایت مسلم ای اضافه است که هم صدقه بدیم هم استغفار کنیم. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ما دیدم. در روایت بخاری میگوید برای من نشان داده شد، در روایت مسلم است که ما دیدم که شما اکثریت اهل دوزخ هستین. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. یک زنی برخاست در اونجا در حدیث بخاری مجموعه از زنها میگد، در اینجا میگد یک زن عاقله فاهمه برخواست و پرسان کرد که یا رسول الله چرا سبب چیسته؟ پیامبر عین سبب ذکر کرد که تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. و ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب من کن، اغلب لذی لب من کن. در روایت اول اغلب لذی لب الرجل الحازم، اما در اینجا کلمه رجل حازم نیامده، تنها همو زی لب و یعنی همو مردی که صاحب العقل است. قالت یا رسول الله و ما نقصان العقل و الدین؟ قال اما نقصان العقل فشهادت امراتین تعدل شهادت رجل، شهادت دو زن تعدل شهادت رجل، مساوی با شهادت یک مرد است. در روایت بخاری روایت قبلی الیست شهادت المرأة مثل نصف شهادت الرجل، شهادت یک زن به نیمی به شهادت یک مرد است؟ گفت بله. در اینجا آمده که دو زن شهادت از اونها مساوی به شهادت یک مرد است. خب فهذا نقصان العقل و تمکث اللیالی ما تصلی و تفطر فی رمضان فهذا نقصان الدین، شبها روزها صبر میکنه به خاطر عدت ماهوار، نه نماز میخونه و در ماه مبارک رمضان روزم نمیگیره، پس این نقصان دینش هسته. در لفظ بخاری هم به می لفظ آمده به می محتوا افاده میکنه، لیکن به صیغه استفهام تقریری که یعنی بمانه که پیامبر گوی از اونها سوال میکنه که در حقیقت اثبات مسئله هسته، پس هیچ تفاوتی بین از اینها دیده نمیشه. حالا ما وقتی که نگاه کنیم که در خود همی حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اکثریت جواب ها نهفته هست، میاییم به سر تفصیل شبهاتی که ایراد کردن. شبه اول که میگن این حدیث مضطرب است، اضطراب وجود نداره، چرا که امر اتفاقی هست در حدیث عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن ابو سعید خدری و سایر روایاتی که در این مورد آمده که در روز عید بوده، یعنی موسم عید بوده، موسم عید بوده، روز عید بوده. حالا این فرق نمیکنه که چی عید اضحی بوده چی عید سید فطر بوده باشه، و عید تأثیری بر سر اصل مسئله نداره، که ما به از خاطر از اینکه کلمه اضحی یا فطر شد باز ما حکم اضطراب رو بدیم، چرا که در نظر محدثین در تعریف اضطراب نوشته میشه که ما روی على اوجه مختلفه متساویه فی القوه ما المعنى، هر حدیثی که اونها به چندین وجه به چندین قسم روایت چکی مختلف باشه. حالا اید خو اید شد،
ها اگر کدام یک کسی میگفت که در روز عید بوده، با یک کسی دیگه میگفت که با کدام مسئله دیگر میگفت، باز ما میگفتیم که امکان داره. یکی مکی میگفت، دگیش مدنی میگفت، دگیش طائف میگفت، ما میگیم که این ای استراب وجود داره، چرا که از نظر مکانی خود متفاوت می باشه. یا اینه که اگر روزهای دیگری می بود باز هم مضطرب می شد. اما ای اضطراب گفته نمیشه که یکی عید اضحا گفت و دیگهش عید فطر گفت. پس ای اضطراب نیست و ای سبب ضعف حدیث هم نمیشه. و محدثین کرام قبل از بخاری و بعد از بخاری ای حدیث را قبول داشتن بدون کدام از این که شک و شبهه به سر از این ایراد بکنن یا به صحت از این سخن ایراد بکنن و یا ای که این حدیث ضعیف بشمرن. محدثین کرام از روزی که می حدیث روایت شده بود از طریق صحابه آمده تا به وقتی که بخاری به کتاب خود درج کرده و من بعد تا روز امروز این حدیث از نظر اسناد هیچ کسی به سر از این صحبت نکده و نه همچنین از نظر متن بر سر از این. اما کسانی که اونها بر سر متن از این اشکالاتی ایراد میکنن یا اینه که اونها عربیت تر نمیدانن و یا ای که اگر عربی نمیدانن پس فی قلوبهم زیغ وجود داره. شبهه دومی که اونها ایراد کرده بودن در مورد از ای که قرآن کریم با این حدیث در تعارض قرار داره. هیچ نوع تعارض قرآن کریم با این حدیث نداره، چرا که قرآن کریم در تمامی مسائل متساوی بین زن و مرد را اعلان نکرده. اصل خلقت بله تساوی وجود داره، در اساس خلقت تساوی وجود داره، مرد از زن به حیث مردیت یا ذکوریت خود بر زن تفاوت نداره که بگیم که او ارجحیت داشته باشه، که عند الله او مقام و عزت داشته باشه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و نه هم زن از حیث انوثیت خود او توهین و تحقیر بشه به خاطر از اینکه زن است. نه، هر کدامش عملش او را میرسانه. همو اعلان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کرد، یا بنی هاشم یا فلان یا فلان، و با آخر گفت یا فاطمه تو انقذی نفسک من النار، به همگی گفت انقذوا نفسکم من النار، فانی لا اغنی عنکم من الله شیئا، من بطا به عمله لم یسرع به نسبه. عمل مهم است. از این ناحیه هیچ مسئله‌ای نیست که ما بگیم که تعارض داشته باشه. پس ما بیایم باز تعارض بین این حدیث و بین این قرآن کریم ما تعارض را ایجاد بکنیم. تعارض وقتی می باشه که این حدیث شریف مخالفت صریح با نصوص آیات کتاب الله داشته باشه که ما همچون چیزی مشاهده در این نمی کنیم. و همچنین چیز دیگری که ذکر کردن که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اخبار از غیب کرد و غیب را هیچ کس نمیدانه. بله، میگیم که غیب از جمله چیزهایی است که الله متعال را به خود اختصاص داده. حتی در بسا آیات قرآن کریم هم این را پیامبر اعلان میکنه، ولو کنت اعلم الغیب، الله به پیامبر خود میگه تو بگو به مردم که لو کنت اعلم الغیب، اگر من میدانستم غیب را لاستکثرت من الخیر، من همه خیرات را به خود جمع میکردم، همه کارهای نیکو، همه چیز، از همه بلاها ما در امان میبودم. و ما مسنی السوء قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم قل لا اقول لكم عندي خزائن ولا اعلم الغیب، غیب را من نمیدانم. و در آیات دیگر هم چنین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مأمور بود که اعلان بکنه. لیکن غیب که هست امر نسبی هست. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خودش به توانایی خود نمیدانست، اما در سوره جن جزء 29 قرآن کریم الله متعال را بیان میکند که بعضی از غیبیات را الله متعال به رسول خود اخبار میده. الا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. الله متعال عالم الغيب است، بر غیب خود هیچ کس را آگاه نمی‌سازه، اخبار نمی‌کند، مگر کسی را که الله متعال را رضایت داره و الله می‌خواهد که او آگاه باشه و الله او را آگاه می‌سازانه که او عبارت از رسول است. یعنی غیب هست، پیامبر خودش نمیدانست. اگر پیامبر خودش میدانست
خیلی کارها بود. مثلا اگر پیامبر میدانست که در غزوه احد صحابه شهید میشن، هرگز به او جنگ بیرون نمیشد از مدینه. اگر پیامبر غیبر میدانست 70 صحابی را روان نمیکرد که در حادثه بئر مونه شهید شن. اگر غیبر میدانست حادثه رجیع 10 صحابی را تومه شهادت نمیکرد. به می شکل اگر غیبر میدانست، روزی که به آبروی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم منافقین تعرض کردن که حضرت عایشه نعوذ بالله ثم نعوذ بالله که منکر فحش مرتکب فحشا شده، پیامبر خبر میخیز اعلان میکرد، میگفت که مردم شما که میفهمین که من غیبر میدانم، حضرت عایشه رو خبر دارم که همچی کار نکده. لیکن پیامبر نگفت، منتظر وحی الهی بود. حتی تا به سرحد که پیامبر برای حضرت عایشه گفت که یا عایشه ان کنت الممت ذنبا فاستغفر الله، اگر تو مرتکب گناه شدی پس استغفار کن. یعنی پس پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم غیبر نمیدانست، اما غیبی که خداوند برای از او اطلاع میداد او را میدانست. حضرت جبریل نسبت به ما غیب است، نسبت به صحابه غیب بود، اما می آمد به پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خبر میداد، خبر آسمان را میرساند. اینمی غیب است. زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در شب معراج میره به ملاقات پروردگار، وقتی که مشرف میشه در همو شب الله متعال خیلی چیزها را به پیامبر خود نشان میده. از جمله چیزهایی که نشان میده، اهل دوزخ نشان میده که کسانی که اونها در دوزخ هستن اونها را نشان میده. از او جمله این زنها را نشان میده که این زنها مرتکب اکثریت اهل دوزخ هستن. پس این در حقیقت این غیب گفته نمیشه، چیزی بود که الله متعال به رسول خود در شب معراج نشان میده. جواب دیگری که میگن که اعتراض دیگری که این حدیث نشان میده که زنها بیشترین اهل دوزخ هستن و یا اونا که مرتکب نشدن و یا ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چی قسم اعلان میکنه که این قشر اکثریت میباشن مردها، میگیم که نه، اسباب موجبات دوزخ، موجبات دوزخ خیلی چیز هاست. مثلا کفر است، شرک است، الحاد است، ارتداد است، قتل است، زنا است، دروغگویی، غیبت، سخنچینی، خیانت، رشوت، سود و صدها چیز دیگر است. اینا همگی موجبات دوزخ هستند. اما یکی از موجبات دوزخ کفران و ناسپاسی است، لعنت زیاد فرستادن است، دشنام دادن است. اگر زن هم دشنام داد موجب دوزخ رفتن را مرتکب شد، اگر مرد هم مرتکب شد، کسی دشنام داد یا ناسپاسی کرد، کفران کرد، او هم موجبش مرتکب شده، موجب دوزخ است که باید به دوزخ بره. اما همین صفت در مردها کمتر است، در زنها بیشتر است. پس به این معنا که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان نکرد که زنها از حیث احصائیه، فرض کنیم که 1,000,000 دوزخی باشه، فرض کنیم حد اعظم از این زنها سه 20% مرد است، 80% زن است. به این شکل احصائیه پیامبر نکرده. از حیث موجبی که به دوزخ میرن، از حیث کفران، از حیث ناسپاسی، پیامبر گفت که تکثرن اللعنه و تکفرن العشیر. و این همه ما و شما در خانواده ها میبینیم که زنا در خانه بیشترتر مثلا لعنت حتی به اولاد خود میفرستن، به دیگه کس میفرستن، یعنی دشنام دادن، لعنت فرستادن، این بسیار زیاد است. یا ای که کفران العشیر است، ناسپاسی. از این خاطر پیامبر گفت که اگر 1 عمر به زن خدمت کنی و 1 بسیار کار کوچکی که اگر او را ترک کنی که از تو خواسته باشه و انجام ندی، میگد ما رأیت خیرا منک قط، من هرگز از تو خیری ندیدم در زندگی. یعنی طول زندگی شوهر به خانم خود خدمت میکنه، اما نظر به مو 1 کار جزئی که شوهر نسبت به خانم خود وفادار نشد، مثلا امور انجام نداد، این خانم کل امو کارها و احسان و نیکویی شوهر خود را همه گیر فراموش میکنه، بعدا میگد که من هرگز از تو در طول زندگی خود از تو خیری احساس نکردم، ندیدم. پس از همین ناحیه‌ای که
کفران و ناسپاسی است، از ناهی از ای که احسان وجود نداره، از ناهی از ای که لعنت زیاد میفرستن، از این ناهی بیشترین اهل دوزخر زنها تشکیل میدن. اما امکان داره که از موجبات دوزخ که مثلا قتل است مردها بیشتر باشند، چرا که زنها بسیار از هزار تا اگر یکی مرتکب قتل بشه، اما ما میبینیم که بیشترین مرتکب قتل که میشه جرم و جنایت که میکنن مرد هستن. از حیث سود خوردن، از حیث رشوت، از فسادهای دیگر مردها بیشتر هستن. پس از این دروازه ها بیشترین اهل دوزخ مردا میباشه، اما از این یک دروازه خاص بیشترین نشانه که تشکیل میده زنان تشکیل میده. پس حالا دانستیم که این از اعتراض یا انتقادی که بر سر حدیث میکنن که میگن یک قشر پیامبر بیشترین اهل دوزخ اعلان کرده به این شکل نمیباشه. و همچنین اعتراض دیگری که بر سر متن این حدیث ایراد میشه که این حدیث معارض است با حدیث دیگری که خذوا شطر دینکم عن الحمیرا. حدیث اولا از جمله شروط تعارض، شروط صحت اختلاف اینه که هر دو حدیث متساوی باشه، هر دو حدیث صحیح باشه. هرگاه دو حدیث صحیح پیدا شد و جمع در میانشان امکان نداشت، وقت باز ما میگیم که متعارض است. حالا این حدیث خذوا شطر دینکم، این حدیث کاملا موضوع هست، حدیث باطل است، لا اساس له. از این خاطر حافظ ابن حجر هم گفته که لا اصل له. سیوطی میگه که این در هیچ کتاب حدیثی وجود نداره. شیخ البانی رحمه الله ایره میگه حدیث موضوع مکذوب علی رسول الله است. علامه ابن قیم رحمه الله در کتاب المنار المنیف الصحیح و الضعیف این حدیث میگه باطل است، مکذوب است، حتی قایزه وضع میکنه. علامه ابن قیم میگه هر حدیثی که به صیغه یا حمیرا بود او حدیث یا باطل است یا ضعیف است و یا منکر است، الا یک حدیث و مو حدیثی که لعب الحبشه، بازی حبشه که اونها نگاه میکردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که یا حمیرا اتحبین، آیا دوست داری که لعب حبشه را ببینی؟ بعدا حضرت عایشه و پشت شانه پیامبر استاک شد، از شانه پیامبر نگاه میکرد که حبشه چه قسم شمشیر بازی و امو بازی هایی که در حقیقت تمرینات جهادی بود انجام میدادن، ایره به شکل از اون انجام میدادن. پس این قاعده است که غیر از این حدیثی که کلمه حمیرا آمده، هر حدیثی که کلمه حمیرا در روی استفاده شه او حدیث ضعیف است، یا حدیث باطل است، یا حدیث منکر است. و تمام کتاب های حدیثی که در بحث حدیث موضوع ضعیف نوشته میکنن، این حدیث اصلا در کتاب های حدیثی وجود نداره با سند. از این خاطر این حدیث مورد انتقاد تمام محدثین است. فلهازا ما نمیتونیم که او حدیث ضعیف و موضوع را بیاریم با یک حدیث صحیحی که در بخاری است که اجماع امت بر صحت از این کتاب است، باز ما او را با این حدیث در تعارض قرار بدیم که باز ما حکم کنیم که این حدیث با او در تناقض میباشه. و همچنین مشکل دیگری که اعتراض دیگری که میگن که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم زنها را ناقص العقل خوانده، که اینمی بحث از جمله بحث‌های بسیار داغ است در شرایط کنونی در امروزی ما، که کسایی که مثلا آزادی خواستن یا کسایی که پیرو حقوق زن هستن، کسانی که باز به گمان خود که میخوان حق زن رو پرداخت بکنن و حق زن پایمال شده و فلان فلان، اینمی شعاراتی که داده میشه، اونها این حدیث مورد انتقاد میگیرن. چگونه میشه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک زن رو بگوید که تو ناقص العقل هستی؟ خیلی زن هستن که از مردها کرده عاقلتر و داناتر هستن. این فکری که اینا میکنن که عقل همو قوه ادراکی که تفکیک بین خوب و بد میکنه، این در عربی او چیز استفاده نشده و نه هم در همین حدیث استفاده شده. همین عقلی که همین مشکل در حقیقت به پیش صحابیات هم پیدا شد، زنانی که مخاطب قرار گرفتن همین مشکل اونا هم دانستن که چه قسم میشه که یک زن یعنی کم عقل باشه یا دیگه باشه. پرسان کردن یا رسول الله نقصان العقل چی هست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در جواب گفت که نقصان العقل مرادش ضابطه هست، مرادش حافظه هست.
عبارت از ای که یک زن زودی فراموش میکنه، ای ضابطش هسته و ای فراموش کردن یا عدم ضبط، عدم حافظه بواعث بگیم یا عوامل زیاد متعددی داره که این هم در مردها پیدا میشه هم در زنها پیدا میشه، ولیکن زنها عوامل نقصان ضابطه و حافظهشون که خراب شه در زنها بیشتر است نسبت به مردها. مثلا یک مرد سنش بالا میره، وقتی که به سن شیخوخت و کهولت و پیری که رسید حافظی از او کم میشه، خیلی چیزهای را که یاد داشت حالا نمیتونه که بیاد بیاره، اگر بیاد بیاره اشتباه میکنه در گفتار خود. از این خاطر علمای محدثین ایره حدیثی که میگن که صاح حفظه بالکهوله، حفظ از او خراب شده به خاطر کلانسالی به خاطر شیخوخت و حدیث را از او نمیگیرن. این در مورد مدحاسه. پس در مورد مرد کمی حکم باشه که وقتی که حفظش ضابطی از او نقصان پیدا کرد نباید ما از او حدیث روایت کنیم. پس این می مسئله در زنها هم هسته و این خوب نص قرآن است. ممن تردون من الشهداء، خداوند جل جلاله فشهادت رجل و امرأتین ممن تردون من الشهداء، شهادت یک مرد و دو زن، یا دو مرد باشه، اگر دو مرد نیست یک مرد با دو زن هم کفایت میکنه. حکمتش خداوند در قرآن کریم میگه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، اگر یکی فراموش میکند، ان تضل یکی اگر فراموش کرد حافظی و اگر ضبطش درست نبود، فتذكر احداهما الاخرى، دومی او را باز به یاد از او بده. این نقصان عقل است، یعنی نقصان ضابطه. اما ای که باز ما بریم بگیم که زن به معنای از این که دیوانه است یا کودن است یا زن فلان است فلان است دیوانگی رو بزو بدیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم همچو چیزی نگفته، بلکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم عقل ارتباط داده به ضابطه و امروز هم علم ثابت ساخته، علم طب هم ثابت ساخته که از نظر خود هیکل بین مرد و زن وجود داره، تفاوت‌های بین زن و مرد وجود داره. از نظر خود ساختار هیکل دماغ، حجم دماغ زن نسبت به مرد خیلی ها کمتر است. چیزایی که به دماغ حفظ میشه همون مساحت از اون نسبت از زن نسبت به مرد کده کمتر است. خداوند جل جلاله انتخاب کرده همه چیز رو برای زن داده، چرا که زن نیازمند از این خیلی نیست که او حفظ کنه، چرا که کار از او تا کار مرد تفاوت داره. مرد رو زیادتر حافظه داده، ذاکره بیشتری داده که او نیازمند به می است، فلیهاز الله جل جلاله به او بیشتر داده به کمتر داده. زن بیشتر عاطفه و لطوفت و مهربانی رو به او بیشتر داده، چرا که زن به این نیازمند است. اما به مرد قوت و حزم و شدت بیشتر داده، چرا که مرد به این نیازمند است. پس بنابراین این کاری است که بگیم که این در قرآن کریم هم ذکر شده. اگر ما اعتراض به سر حدیث بکنیم پس اعتراض ما برمیگرده به خود قرآن کریم اعتراض میشه. پس این نقصان عقل گفته نمیشه که باز ما نقصان عقلی که دیوانگی بگیریم، بلکه در اینجا مراد حافظه و ضابطه است، نه چیز دیگر. که علم جدید هم ایره ثابت ساخته. چرا نمیرن مثلا طبیبانی که متخصصینی که در امی بخش اونا ارائه نظر کردن که زن رو گفتن که عقلش کمتر است نسبت به مرد، چرا اونا رو مورد انتقاد نمیدن که رسول الله صلی الله علیه وسلم که خبر وحی الهی رو برای ما میرسانه، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مورد انتقاد قرار میدن؟ پس اگر انتقاد باشه باید امروز طبیبانی که در لندن هست در هر جایی که اونها این اکتشافات علمی جدید رو که به دست آوردن باید اونها رو مورد انتقاد قرار بدن، لیکن اونها رو مورد انتقاد نمیدن، چرا که اکتشاف علمی هست. اما سخن رسول الله را مورد انتقاد قرار میدن. آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آگاهی نداشته؟ بدون شک پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از الله متعال الهام گرفته، فلهذا در این هیچ نوع شک و شبهه‌ای وجود نداره. و همچنین پیشتر گفتم برای شما که اسبابه،
مثلا اسباب زیادی که حافظه انسان را از بین میبره، یکی کولت گفتم میشه که یک نفر حادثه کنه، موتر یا تکر میکنه یا قسم میشه، یک حادثه بر سر از میشه، حافظه خود دست میده. این چی مرد باشه چی زن باشه علی سواسه. از جمله اسباب مثلا کمخوابی یا خواب مقطع، که علم طب جدید هم این را ثابت کرده که اکتشاف شده که کسی که خواب از او خواب مقطع باشه، یعنی اینه که یک ساعت خواب کن باز بیدار میشه، با پس باز خواب میکنه باز بیدار میشه، یعنی خواب مسلسل نداشته باشه، این سوء حافظه بزی پیدا میشه که این برای زنها نسبت به مردها کرده بیشتر است. مادر به خاطر طفل خود یک شب چندین بار برمیخیزه به خاطر طفل خود، طفل از او نوزاد است، مجبور است که چندین دفعه برخیزه به خاطر کارهای مختلف، خواب از او پس خواب مسلسل نشد، فلهذا سوی حافظه پیدا میکنه. بنابراین پس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ضابطه را که گفتی کم داره نسبت به عواملی که امروز طب جدید هم ثابت کرده که این عوامل در زن میباشه نه در مرد. اگر همین عوامل در مرد هم پیدا شد، باز همین حکم بر سر مرد هم منطبق میشه که نقصان ضابطه در مرد هم میباشه. مسئله دیگری که این حدیث را مورد انتقاد قرار دادن که نقصان دین است. میگن که چگونه ما میشه برای یک کسی که او انجام نمیده یک کار ما ناقص و دین بگیم، او را خب انجام نداده یا شریعت برای از او اجازه نمیده که انجام بده؟ بله، هرگز کسی که انجام داد و کسی که انجام نداد علی سوا نیسته. زن وقتی که این انجام نداد مکلف نیسته به انجام دادن، الله متعال او را مؤاخذه نمیکنه. اما مردی که برخواست و این تکلیف را انجام داد او طبعا ثواب داره، ثواب از نوعی ازی داره که او انجام داده. اما زن وقتی که این را انجام نداد پس عمل زن با عمل مرد یکسان نمی باشه. و مثال های زیادی ما در این قبیل وجود داره که کسی که یک کار را انجام میده و همراه کسی که انجام نمیده، مثلا مثل یک طفل مکلف به نماز خواندن و روزه گرفتن و کارهای دیگر نیسته. آیا این طفلی که انجام نمیده با یک مردی که انجام میده، آیا اینها هر دو به ثواب یکی میباشن؟ نه، ثواب مرتب شده بر عمل، ثواب مرتب شده بر عمل. فلهذا وقتی که زن انجام نداد پس گویا همو عمل را انجام نداده، فلهذا الله متعال زن را مؤاخذه نمیکنه. اما این که ما بگیم که الله متعال او را یعنی باید به مثلی به مانندی همو مردی که انجام داده به مو اندازه ثواب بده، خب بازی همو حکمت الهی از بین میره که الله متعال اعمال را ثواب را مرتب ساخته به اعمالی که ما انجام بدیم. اینی خلاصه بود که کسانی که در سر از این حدیث انتقاداتی داشتن، خلاصه سخن اینه که بعضی از منکرین سنت یا این شبهه را وارد کردن که زنان را پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ناقص العقل خوانده، این حدیث ضعیف است یا موضوع است، این مخالفت با قرآن کریم داره. و ما دانستیم که این حدیث از نظر سند خود، از نظر متن خود کاملا حدیث صحیح است، هیچ مشکلی در این حدیث وجود نداره و این حدیث با قرآن کریم به هیچ وجه تعارض قرار نداره و این حدیث با هیچ حدیث دیگر صحیح در تعارض قرار نداره. حدیثی که این را متعارض با این میگیرن او حدیث کاملا موضوع و منکر است. و از نظر عقلی هم ما دانستیم که زنایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن ناقص العقل به معنای ضابطه هست، به معنای حافظه هست، قوه درکشون کمتر است و این علم جدید همچنین ثابت ساخته، طب امروزی هم ثابت ساخته که بله زنان نسبت به مردها از هر نظری کمتر هستند، از حیث فیزیکی جسامت، از حیث عقل، از حیث قوت، از حیث گرفتاری و همچنین از حیث ازی که او را پیش خود نگاه بدارن. فلهذا این حدیث کاملا صحیح است و یکی از جمله معجزات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است که معجزات علمی سنت گفته میشه که پیامبر چیزی خبر داده اما 1400 سال بعد امروز علم جدید اکتشاف کرده که چیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود ایره امروز علم جدید ثابت کرده و ایره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
در روز عید گفته بود، مثل که برای مردها که در یک روایت آمده که مردها را مورد تشویق قرار داد، گفت تصدق و باز گفت صدقه بدین، باز رفت به طرف زنها که شاید موعظه پیامبر به اونها نرسیده باشه، اونها را مورد وعظ و نصیحت قرار داد، بعدن گفت که تصدقن شما هم صدقه بدین، چرا که برای من نشان داده شده که شما اکثریت اهل دوزخ هستید. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.